سرخط خبرها. تهدید به تجاوز جنسی به دو دانشجوی زندانی توسط ماموران امنیتی در ایران. دستگیری 7 تیم قاچاق کننده سلاح‌های ایرانی. راهگیری یک پهپاد صهیونیستی توسط پدافند هوایی حزب الله. و وزیر خارجه آمریکا رسماً ایران را تهدید کرد. مشروع اخبار. تهدید به تجاوز جنسی به دو دانشجوی زندانی توسط ماموران امنیتی در ایران. رضا یونسی، برادر علی یونسی، در مصاحبه با ایران اینترنشنال درباره بیانیه عفو بین‌الملل مبنی بر تهدید ماموران امنیتی به تجاوز جنسی به برادرش و امیرحسین مرادی، دیگر دانشجوی زندانی، گفت که خانواده آنها نیز اخیراً از این موضوع مطلع شدند. رضا یونسی تاکید کرد که برادرش و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف، بیش از 2 سال است که با محدودیت‌های زیاد زندانی‌اند و به همین دلیل خانواده از اتفاقات رخ داده برای آنان اطلاع نداشتند. او گفت که این تهدید در 2 ماه اول بازداشت این 2 نفر و نگهداری آنان در انفرادی مطلق رخ داده است. به گفته رضا یونسی، یک روز ماموران این 2 دانشجوی زندانی را به یک ساختمان در نزدیکی زندان اوین منتقل کرده و تهدید می‌کنند که در آنجا دستشان باز است و می‌توانند با آنان تجاوز کرده و یا آنان را بکشند. او همچنین گفت که قاضی به سخنان علی یونسی و امیرحسین مرادی درباره اعتراف به دلیل شکنجه در ایام بازداشت توجه نکرده و تحت تاثیر وزارت اطلاعات برای آنان حکم صادر کرده است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه اعلام کرده که ماموران وزارت اطلاعات با تهدید به تجاوز جنسی از این 2 دانشجو اعترافات دروغین گرفتند. دستگیری 7 تیم قاچاق کننده سلاح‌های ایرانی. نیروهای مشترک در ساحل غربی یمن پنجشنبه 20 مرداد از دستگیری 7 تیم وابسته به شبه نظامیان حوثی در ساحل غربی یمن خبر دادند که به عملیات قاچاق تسلیحات ایرانی، جاسوسی و فعالیت‌های تروریستی اقدام می‌کنند. سرتیپ صادق دوید، سخنگوی رسمی مقاومت ملی، یکی از بخش‌های نیروهای مشترک در این باره در توییتر نوشت که ستاد اطلاع‌رسانی نظامی طی روزهای آینده درباره 7 تیم وابسته به شبه نظامیان حوثی شامل 35 نفر اطلاع‌رسانی خواهد کرد. او افزود که تیم‌های دستگیر شده عملیات‌هایی را در زمینه قاچاق سلاح‌های ایرانی و جاسوسی و فعالیت‌های تروریستی انجام دادند. سخنگوی مقاومت ملی گفت که این 7 تیم حوثی در ساحل غربی طی دستاوردی کیفی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی مقاومت ملی دستگیر شدند. راهگیری یک پهپاد صهیونیستی توسط پدافند هوایی حزب الله. به گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما، خبرگزاری شهاب، تصاویری از لحظه راهگیری یک پهپاد رژیم صهیونیستی بر فراز در بقاء غربی در لبنان منتشر کرد. همچنین پایگاه اینترنتی العالم نوشت گزارش‌های اولیه حاکی است که سامانه پدافندی حزب الله لبنان یک فروند پهپاد صهیونیستی را بر فراز در بقا هدف گیری کرده است. روز 28 تیر ماه نیز همزمان با حضور یائیر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مناطق مرزی فلسطین اشغالی با لبنان، پهپاد این رژیم در جنوب لبنان سرنگون شد. اوایل خرداد ماه نیز یک پهپاد متعلق به رژیم صهیونیستی در خاک لبنان سرنگون شد. این پهپاد از نوع اسکایلارک بود که بین شهرک‌های ایت الشعب و رمیتا واقع در جنوب لبنان سرنگون شد. و وزیر خارجه آمریکا رسماً ایران را تهدید کرد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در واکنش به افشا شدن تحریضی یک عضو سپاه پاسداران برای کشتن جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی این کشور اعلام کرد که هر حمله جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایالات متحده با عواقب شدید روبرو خواهد شد. روز پنجشنبه 20 مرداد در سوئیسی نوشت پیام ما به ایران روشن است. ما تهدید به خشونت علیه آمریکایی ها را تحمل نخواهیم کرد و این قطعا شامل مقامات سابق دولتی نیز می شود. هر گونه حمله با عواقب شدید روبرو خواهد شد. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، نیز در بیانیه اعلام کرده بود که دولت بایدن از تلاش برای دفاع از شهروندان آمریکا فروگذار نخواهد کرد و اگر ایران به شهروندان آمریکا از جمله مقامات پیشین این کشور حمله کند، با پیامدهای شدیدی مواجه خواهد شد.